عبدالمجید یک دهقانکار نه بلکه باغبان نیز است. او همه روزه بدون خستگی کار می کند. وقتی نماز عصر شد کار را ختم کرده روانه خانه می شود. عبدالمجید با امید یک روز که در جویهای خشکیده دوباره آب روان جاری شود، جویها را کنده پاککاری می کند. او می گوید امسال به دلیل خوشسالی و کمبود آب در جویها، کشت للمی یا دیمه دهاقین کاملا نابود شده است. وضعیت دهقانی و باغداری نسبت به سالهای گذشته خیلی ضعیف است، متضرر هستیم به خاطر که خشکسالی است. او ما از ولایت سرپل می آید. ماهای بهار قطعا دم هفت ماه و هشت ماه آب نامده. زمستان هم آب پراگنده می آید. در باغای ما صحیح نمی رسد. باغای ما اکثرا خشک شد. گندمایی که در للمی کشت کرده بودیم، در آبی کشت کرده بودیم، آب نرسید، بارندگی نشد، خشک شد. خیلی زیانمند هستیم ما نظر به سالهای گذشته امسال. و باور این دهقان، اگر زمستان پیشرو هم مانند فصلهای گذشته برف و باران کم ببارد، ممکن اقتصاد دهاقین و باغداران ولایت جوزجان از این هم بدتر خواهد شد. همین ماهای عقرب، ماهای قوس، وقتی کشت گندم ماست، چون سال خشکسالی است، از ترس پارسال هم نقص کردیم، متضرر شدیم، امسال هم از خشکسالی، از بیابی میترسیم، نمیتانیم کشت بکنیم و دشت بریم. اما مسئولان اداره زراعت جوزجان از حل مشکل کم آبی تا حدی با بهبود سیستم های آبیاری قطره‌ای در آینده های نزدیک خبر می دهند.